أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ارادت خدمت تک تک حضار خصوصا روحانیت معظم و معزز جلسه اجازه می گیرم دقائقی رو از آیات و روایات بهرمند بشم خدا رو شکر گذارم امروز توفیق شد در این جلسه نورانی عرض ادب کنم شما اشراف بر آیات مربوط به روزه دارید من اشاره می کنم و چند نکته قرآن کریم میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم روزه برای شما نوشته شد چنانچه برای گذشتگان نوشته شد بلکه تقوا پیشه کنید این کتبت چند جای دیگر قرآن هم اومده کتبه علیکم القصاص قصاص برای شما نوشته شد البته بعد میفرماد که اگر ولی دم ببخشد و عفو کند احسان کرده و بعد میفرماد این لطف خداست جای دیگه میفرماد که کتب علیکم القتال قتال کارزار جنگ دفاع برای شما نوشته شد و هو کرهن لکم البته ناخوشاینده کرهون لکم اما بعد می اسا اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم نکته اینجاست که چرا قرآن نمی فرماد کتب الله علیکم مثل عقم صلات نماز رو به پا دار امر مستقیم مولوی این چنینیه ولی در مورد روزه میفرماید که کتب علیکم الصیام نوشته شد البته بر اساس آیات بر اساس سنت بر اساس روایات روزه واجبه ولی بنده ارزم اینه لحن آیه انگار بالاتر از یه تکلیفی رو داره متذکر میشه به ما بالاتر از تکلیف چیه؟ حقه اون جایی که میفرماید کتب علیکم القصاص یه عزیزی رو از تو کشتن حقته که قصاص کنی نوشته شده برای تو من من این ندارم برای تو من نمی کنم البته اگر گذشت کنی طبعات اجتماعی داره خیلی خوبه یا اون جایی که میفرماید کتب علیکم القتال حمله کردن به شما من اجازه میدم شما قتال کنید این حق شماست حقتون رو از کف ندید البته و هو و کره لکم میدونم که خیلیاتونم میل به جنگیدن ندارید در سیره امیرالمومنین در سیره پیغمبر اکرم برید ببینید عموما دنبال صلح بودن من یه وقتی نگاه میکردم این آیه شریفه فتح الفتوح که میفرماد انا فتحنا لك فتحا مبینا من فکر میکردم برای فتح مکه است چون فتح مکه واقعا فتح الفتوحه اینا رو بیرونشون کردن زدن کشتن خونه هاشون رو مصادره کردن بعد سالیان سال با اون عزت و عظمت و شکوه برگشتن آدم احساس میکنه این فتح الفتوحه نگاه کردم دیدم انا فتحنا لك فتحا مبینا برای صلح حدیبیه است همیشه هم اینجوری نیست که اگر شمشیر بگیریم و بزنیم و بکشیم و درو کنیم و بریم جلو این فتح الفتوح باشه با اینکه در صلح حدیبیه اجهاف شد در حق پیغمبر اکرم و اصحاب ولی پیغمبر پذیرفت کرنش کرد اجازه ندادن اون سال گفتن برگردی سال بعد بیاد شروع کردن نوشتن اگر کافری مسلمان شد باید تحویلش بدید اگر مسلمانی کافر شد ما تحویلش نمیدیم یعنی بندهای اینجوری داره بیه ولی انا فتحنا لک فتحا پیغمبر اکرم اگر چه قتال اجازه داده شده اما و هو کره لکم عسا ان تکره شیئا و هو خیر لکم عسا ان تحبوا شیئا آدم گاهی به جوش میاد به خروش میاد میخواد بزنه به خط اصلا تو حب بو این تو همین آیه است ادامه همین تو حب بو و شر لکم به عنوان حق مطرح میشه خیلی جالبه که در مورد روزه همین لحنه کتب علیکم و سیام حقته که روزه بگیری این حق از دست ندی ها انقدر برکت در روزه هست انقدر روز راه به عنوان حق مطرح میشه حق تا عدس ندی کتب علیکم و سیام کما کتب علی لذین من قبل کم به قبلی هم اجازه دادیم حالا قبلی ها رو بعضی میفرمند یهود و نصارا بعضی ها میگن که کفار و مشرکین هم ماهی سه روز روزه میگرفتن گرفتن سیزده هم و چهارده هم و پونزده ایام و برای روزه می گرفتن حالا فرقی نمیکنه. قبلی ها به خودشون حق دادن استفاده کنن از یه همچین اصولی تا هم استفاده کن نتیجهش چیه؟ لعلکم تتقون تقوا آوره روز تقوا یعنی چی تقوا آوره؟ تقوا رو ترجمه کنیم ببینیم یعنی چی؟ آخه یه الفاظی صرفا تحت و لفظی نباید بریم جلو چون یه چیزای اصطلاح میشه تو جامعه اصطلاح میشه متعارف میشه در ادبیات اساتید ادبیات میفرمان که گاهی یک غلطی مصطلح میشود و بعضی میگن که غلط مصطلح صحیح است مثل چی وای میسی کنار خیابون میگه که مستقیم آه؟ ماشین وای میسی مستقیم خب مستقیم که از استقامت میاد که عرب میگه علا طول. مستقیم که معنای لفظیش سرراس بودن نیست استقامته ولی انقدر در جامعه فارسی ما گفته شده مستقیم دیگه بگی مستقیم یعنی سرراس این غلط مصطلحه اشکال نداره تیم فوتبال کشتی پیروز میشه میبینید عموما میگن پیروزی غرور آفرینه ما هم قبول کردیم پیروزی قرور آفنی در حالی که غرور به معنای فریبه به لحاظ لغت غلطه از دنیا دار الغرور یعنی خانه فریبه ولی چون مستلح شده پیروزی قرور آفنی درسته تو جامعه ما درسته غلط مستلح من یه وقتی فکر میکردم که بهترین ترجمه تقوا چیه معمولا گفته میشه پرهیزگاری پرهیز خیلی رسا نیست اولا در جامعه عمومی ما الفاظ مردم خیلی چیز جا افتاده نیست پرهیزگاری یعنی چی؟ از چی پرهیز کنیم؟ چقدر پرهیز کنیم؟ همه چی پرهیز کنیم؟ مگه میشه هم چیزی؟ ممکنه یه لفظی مثل تقوا در جامعه معادلی داشته باشه که حتی اون معادل فارسی نباشه من نظر خودم رو عرض میکنم ممکنه دوستانی باشن نظر دیگری داشته باشن من استفاده میکنم من دیدم بهترین معنای تقوا در جامعه ما کنترله با اینکه کنترل خودش لفظ فارسی نیست ولی یه ذره خودت کنترل کن میتونی ماشین رو کنترل کنی رفتار تو میتونی کنترل کنی وقتی گفته میشه کنترل کنترل یعنی ترمز کنترل یعنی فرمون کنترل یعنی گاز اینا که کنار هم جمع میشه به کنترل کنترل یعنی گوش میانی من سالم باشه زمین نخورم مواظبت کنم اینجا آروم راه برم موقع نشستن خودم رو کنترل کنم موقع بلند شدن خودم کنترل کنم کنترل یعنی تعادل قرآن میفرماد کتب علیکم و سیام کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم که خودتون رو کنترل کنید مثلا به یه جوانی میگن که آقا گاهی حکمت های روزه رو میگن خیلی رسا نیست مثلا میگه که گرسنگی بکشی که درد گرسنگان رو خب میگه از افتار میخوری تا سهر ده وعده میخوری بعدم میخوابی تا لنگ زور این خیلی مفهوم نیست براش این که میتونی بخوری ولی نمیخوری این که میتونی بنوشی نمینوشی میتونی استخر بری و سر در آب فرو ببری میگه نه دوست دارم برم نمیرم تمرین کنترله تمرین آن چیزی که در حالت عادی میشه انجام بدی میگه الان انجام نده که زمانی که اراده کردی توانایی داشته باشی خدا رحمت کنه همه انواتتون رو مرحوم ابوی ما همیشه میگفت که اگه فرش تو دوز ببره همت میکنی میری کار میکنی و فرش میخری اراده همت ای ماشین تو دوز ببره همت میکنی میری پول جمع میکنی ماشین میخری اگه همت تو دوز ببره چه خاکی به سرت میریزی اگه همتمونو اگه ارادمونو ببرم من گاهی به این جوانترها عرض میکنم میگم که ببین اگه بیکاری بیکار هم هستی سعی کن صبح بلنشی ساعت هفت ساعت هشت گفت کوشش بیهوده به از خفتگی چرا؟ چون اگه فردا یه کاری پیدا شد گفتن هفته صبح سر کار باش یه تا ده عادت کردی بخوابی نمیتونی بری همت از دست رفته اراده از دست رفته کتب علیکم و سیام کما کتب من قبل لعلکم تتقون به عنوان بزرگترین حکمت برای روزه تتقون رو اوورده تقوا پیشه کنی خودتو کنترل کنی اصلا انسان و کنترل انسان و تعادل امیر یکی یکی سرلشکرها رو میفرسته با لشکر بعد سفارش میکنه میفرماد که اولا جلوی لشکر نیست چرا که دشمن فکر نکنه تو اومدی صد درصد برای جنگ و انتهای لشکر نیست برای اینکه فکر نکنه تو ترسیدی میانه لشکر به و قبل از اینکه شروع به جنگ بشود پیشنهاد صلح بده خودتو کنترل کن تعادل داشته باش نه عقب نشینی نه زیادی جلو نشینی فکرت کنترل داشته باشه رفتارت کنترل داشته باش به میگم تقوا ما فکر میکنیم تقوا یعنی نماز شبی باشد و تزرعی باشد و مثلا فرض بفرمایید که انسان انسان‌های با تقوا تقوای مصطلح در جامعه اینه دیگه میگیم عجب آدم با تقواییه خب چیه که با تقواست میگه سر به زیره مثلا نمازش اتفاقا نافلا میخونه نماز شبش هم ترک نمیشه ببین میگیم تقوا این بخشی از تقواست تقوای کامل این نیست اتفاقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه وقتی در مورد روز سخن میگه لول روزه رو میبره بالا این خیلی شنیدنیه میفرماد که کم من قائمن هم نماز رو میگه هم روزه رو کم من قائمن لیس له من قیامهی الا سحر و العنا. چه بسا کسی نماز میخونه قیامه بر نماز میکنه ولی حاصل این نماز خستگی و کوفتگیه یعنی نماز میخونه نمازش هم صحیح اتفاقا روبه قبلم هست لباسش هم قصبی نیست جایی که نماز میخونم قصبی نیست وضوح هم گرفته یعنی تمام لوازم شریعت رو رعایت کرده آقا نمازش صحیحه امیر میفرماد حاصلش چیه صحیح هست حاصلش چیه نکنه حاصلش خستگی باشه یه دولاراز شدنی باشه بود. با. استاد ما یه وقت میگفت که قدیم من ندیده بودم میگفت قدیم یه چیزایی بود که این خرمن رو میکوبیدن گندم رو میکوبیدن که از پوستش جدا بشه میگفت یه اهرامی بود یه کلگی گردی داشت بعد اینو که میچرخوندن این میومد بالا و اینجوری میمد پایین میخورد و گندما دوباره بلند میشد میگفت این یه نفر که رکوع میکنه سجده میکنه می گفت از دور یه آدمه داره رکوع میکنه و سجده میکنه دوباره بلند میشه سمع الله لمن حمد. امیر المومنین می فرمد اگر این نماز خروجی نداشته باشه تنها ان الفحش های و نباشه انسان های سالم در جامعه نسازه همینه الا بله سهره ولا بله اینا فقط خستگی یه کفتگی میمونه صبح دوست داری بخوابی بلند شدی خواب از سرت پریده بچه بیدار کردی برای نماز تو دلشون هم فشت دادن بذار بذار بخوابیم حالا هوا سرد هوا گرمه دیر خوابیدیم چه, چه؟ همش میشه این امیرالمؤمنین داره تذکر میده که این اعمال تو باید خروجی داشته باشه و کم من سائمن چرا ما نهج البلاغه رو فراموش کردیم و کم من صائمن و چه بسا روزهداری و کم من صائمن لیس له من صيامه الا الجوع و ومع. چه بسا بنده روزه میگیرن ولی حاصل روزه من میشه گشنگی تشنگی هم گشنگی تشنگی الا الجوع و ومع. گوش نه نگی نمونه نه اخلاقم درست میشه نه با خانوادم درست برخورد میکنم نه درست فکر میکنم نه درست رفتار میکنم یه کسی هم که بیاد جلو میگم بابا اعصابم خورده فعلا یعنی روزم اعصابم خورده عجب روزه میگیری باید اعصابت راحت بشه جامعه روزهدار جامعه خوش اخلاقه جامعه خوش برخورده چرا من میگم روزم اعصابم خورده معلوم میشه یه جای کار میلنگه الا و یعنی روزه صرف گشنگی تشنگی نیست بهترین مفسر قرآن داره حرف میزنه امیر المومنین داره تفسیر میکنه قرآن رو میگم ای کاش یه وقتی فقها بیان فتوا بدن اگه کسی قیبت کنه روزش باطله ای تو محمد بزنه روزش باطله ای کلا مردم رو بردار روزش باطله البته قطعا باطله حالا ممکنه باطل شرعی نباشه چون آین فقه ها حد اقلی ها رو گفتن یعنی چون که صد آمد نود هم پیش ماست یعنی آقا خوردن آشامیدن سر در آب فرو بردن و اینا باطل میکنه قطعا اونا خرابش میکنه ممکنه به لحاظ شرعی تو رساله ها نوشته نشده باشه که باطله خدا رحمت کنه مرحوم ملا مهدی نراقی رو این استاد اخلاق پدر مولا احمد مولا احمد صاحب کتاب معراج و سعاده است ملا مهدی صاحب کتاب جام و و تاقدیس و اینها یه جویه مطلبی میگه خیلی مطلب دقیقیه خیلی شنیدنیه ایشون میاد یه مسئله شرعی رو طرح میکنه و بعد یه استفاده اخلاقی مسئله شرعی چیه که طرح میکنه مولا مهدی ایشون طرح میکنه میگه که اگر لباس نمازگذار نجس شد نماز باطله این لباس نمازگذار نجس بشه نمازش باطل. بعد میفرمد که لباس چیه میگه لباس پوسته است برای جسم یه پوسته ما رو جسممون کشیدیم و بعد میگه جسم انسان بدن انسان چیه؟ میگه پوسته ایست برای روح بدن ما یه پوسته برای روح ما روح ما در قالب جسم فعلا هست پس لباس چی میشه؟ لباس میشه پوسته پوسته حالا روح چی میشه؟ از این ور ببینیم روح میشه هسته ای برای بدن و بدن چی میشه؟ بدن میشه هسته ای برای لباس پس در حقیقت لباس پوسته پوسته است و روح هسته هسته آقا پوسته پوسته مهم تره یا هسته هسته <applause> شما یه گردوی رو در نظر بگیرید یه پوسته سبزی داره بعد دوباره یه پوسته دیگه داره قهوهیه بعد یه هسته ای داره مغزشه اصلا همه اینا اومدن این مغزه خراب نشه اونا کاره نیستن اونا اومدن که این مغز خراب نشه مرحوم ملا مهدی نرابی میگه که چطور شارع مقدس میگه پوسته پوسته اگر نجس شد نماز باطله چطور تو فکر میکنی اگر هسته هسته نجس شد نماز درسته یکی روحش نجس بشه ممکنه ما گاهی روحمون نجس بشه آدم بد اخلاقی باشیم یه موقع حرام بخورم رشوه بگیرم اجحاف در حق مردم کنم ظلم کنم چه کنم چه کنم ولی نماز بخونم بگم الحمدلله نمازی خوندیم و عجب نمازی چه حالی هم داد <applause> انگار این مغز پوسیده شده این مغز گردوه گاهی میبینی که سیاه شده پود شده خراب شده ولی روش نگاه میکنی سالمه این پوسته سالمه به قول ملای روم میگه ما ز قرآن مغز را برداشتیم پوست را بهر خران بگذاشتیم یعنی که نمیفهمن این نهج البلاغه است این چیزی که ملای روم میگه نهج البلاغه است امیر المؤمنین فرمود المتعبد بلا فقهن کل حمار تاونه متعبدی که این تعبدش فهم نداشته باشه تعبد کورکورانا باشه فقط بگه الحمدلله ما نمازمون خوندیم روزمون هم گرفتیم تمام حالا همسایه هم ما گشنگی میمیره بمیره چشمش گور دندش نر یه فکری به حال خودش بکنه یعنی دین رو در این پوسته ببینه امیرالمومنین میفرماد کل حمار تاهونه مثل الاغ آسیابانه فقط دور خودش میچرخه اعتماد چشش میبندن که نفهمه داره در جا میزنه فکر کنه کیلومترها رفته و خلاصه داره میرسه به یه مقصدی میگه نکل حمار تاهونه ما گاهی چشمامونو میبندیم دور از ساحت عزیزان بزرگوار حاضر در جلسه خودم عرض میکنم گاهی چشمامو میبندم به روی همه چیز و فکر میکنم کارم درست نمازم رو خوندم روزمو رو گرفتم تمام یادم میره قرآن میفرماد که و فی اموال هم حق لسائل و المحروم کرونا اومده کارگر ساختمون بیکار شده بیمه نداره نون نداره بچه مدرسه ای داره مستجره کجا من فکر نکنم اگر میگه الحمدلله این ماه رمضان یه ختم قرآن کردیم عجب خوب ختم قرآنو من نمیخوام بگم ختم قرآن بده نمیخوام بگم نماز بده روزه بده نه اینا حد اقلی هاست اگر یه نفر یه لباس شیک تنش باشه ولی سرطان داشته باشه بدخین تمام وجودش گرفته باشه این لباس دیگه لباس میفتی میمیری بیچاره تمام کارت هی برم ده تا کچه دیگه ده تا لباس آخوندی دیگه سفارش بدم مثال میزنم در مثال مناقشه نیست ها. اگه محتوا نداشته باشیم دل خوش باشیم به اینکه ظاهرمون ظاهر دینداران است و آخه دین معناش چیه یه وقتی که رفقا نقل کرد که مثلا مرحوم علامه امینی نمیدونم جای نوشته ننوشته صحت داره یا نه رفت مثلا چون نقل امیرالمومنین شبیه هزار رکعت نماز میخوند یه طلبه گفت طلبه ها گفتن آقا مگه میشه همچین چیزی مثلا طلبه ها رو جمع کرد و رفت در حرم حرم امیرالمومنین و هزار رکعت نماز خوند و این حرفو من گفتم آقا اگر امیرالمومنین میخواست این کارو بکنه که دیگه نمیتونه شبونه را بیفته در خونه مردم بزنه نان و خرما ببره دست به سر یتیم بکشه مسکین بکشه نمیشه نکنین کارو با امیرالمومنین اتفاقا امیر المومن روبروی تفکر خوارج نهربان وایساد که میگفتن باید این چنین باشی دینداران این چنینن دینداران حتما شب تا به صبح عبادت میکنن دینداران حتما تجد ظاهری این چنینی دارن آقا امام حسین علیه السلام به خیلی نامه داد به یه آبدی هم نامه داد اتفاقا که ما خلاصه به یه عابد زاهدی که در احوالاتش نقل شده دراز نمیکشید وقتی می مچاله می شد چرا اینجوری می خوابید میگفت عالم محضر خداست در محضر خدا نباید دراز کشید تکیه به دیوار نداد به عمرشو گفتن که چرا تکیه نمی گفت عالم محضر خداست در محضر خدا تکیه نمیدم شب تا صبح ایستاده عبادت میکنه که وقتی مرد دختر همسایه گفت بابا شبا که میخوابیدم سایه ستون منزل همسایه میافتاد تو حیات ستونو خراب کردن گفت نه این فلانیه حالا اسم نمیبرم خیلی هم سر قبرش میرن و اینها شب تا به صبح ایستاده عبادت میکرد حالا مرده امام حسین علیه السلام نامه داد و اون نیومد نیومد کربلا عبادت اونو بل کجا بریم تهجد و ذکرمون رو ول کنیم کجا بریم کمک سید و شهدان نرفت و مشغول عبادت شد کدوم عبادت عبادت شکلی ظاهری پوسته ای که بیش از هزار سال جریان اسلامی رو منحرف کرد اصلا دقدقه های امیر در نهج البلاغه همینه دیگه تا امروز داریم چوبشو میخوریم بنده ارزم اینه این نخوردن این نیاشامیدن حد اقلی های روز است روزه به مراتب بالاتر از اینه یعنی وقتی ماه رمضان تموم میشه ما نگاه کنیم عجب جامعه خوشحالی داریم عجب جامعه سالمی داریم این ماه رمضان چه کرده با این جامعه تموم میشه میبینیم که گفت گر دزد در انبان ماست پس بگو انبار چهل سال کجاست چهل سال پنجاه سال شهت سال عبادت نگاه میکنم اینم هیچی ندارم معلوم میشه یه موش دزدی تو این انبان منه میندازمش اون از اون طرف گندما رو داره میبره و من متوجه نیستم و, نمیفهمم که بلایی به سرم همه اینا در لعلکم تتقونه لعلکم تتقون روزه بگیرید بلکه تقوا پیشه کنید بلکه این دل بیمار سالم بشه شما مناجات ها رو ببینید اتفاقا سر اینکه در ماه رمضان سفارش به مناجات شده به ادعیه شده و ائمه معصومین علیهم السلام مکرر دعای ابو حمزه سومالی جوشن کبیر چه چه شما برید رو ببینید چه محتوایی داره همش دل تو دلش نیست امام میگه که خدایا نکنه نماز من قبول نشه نکنه روزه من قبول نشه نکنه دارم در جا میزنم نکنه به مردم بله من اینو بگم و عزیز بزرگوارمون حضرت آقای گرسوی افاظه بفرماند امیر المومنین دوتا رفیق داره دوتا از اصحاب درجه یک یکی نوف بکالیه یکی حبت العرنی اینا میگن که ببینیم علی شبانه چه میکنه میخوان تهجد امیرالمومنین رو ببینن عبادتش رو ببینن بکاهش رو ببینن میگن چه کنیم آخه چجوری شب بریم خونه امیرالمومنین بمونیم که ببینیم شب چه میکنه یه طراحی کردن گفتن چون عموما اینجوری بود در خونه امیرالمومنین رو که میزنی آقا نمیذاره بیرون وایسی دستو میگیره میبره تو پذیرایی میکنه گفتن آقا ما رو حتما میبره تو خونه یه وقتی هم بریم که بخوره به شام آقا ما رو شام نگه میداره از اخلاقش اینجوریه و یه اخلاق دیگه هم داره شام که خوردی هی تعارف میکنه میگه بابا بمونیم امشب اینجا و ما تعارفش رو رد نمیکنیم تعرف اومد نمیمد داره میمونیم وقتی موندیم خودمون رو به خواب میزنیم زیر چشمی نگاه میکنیم ببینیم امیر چه میکنه اتفاقا همین اتفاق هم افتاد رفتن در خونه امیر المومنین و آقا شامشونو داد و بعد اصرار کرد که بمونید اینا هم موندن دو گزارشگر شب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام گفتن خودمون رو به خواب زدیم نیمه های شب دیدیم امیر المومنین پاشد حالا فکر کردیم الان بلند میشه وضو میگیره نماز و بعد مناجات و ناله ها و خیلی منتظر بودیم دیدیم آقا رفت بیرون نمیتونیم شیم دنبالش بریم بعدها فهمیدیم که در خونه جابر رو میزنه این خرماها و گندمها رو به دوش میکشن میرن به این فقرا سر میزنن جابر میگه یه شبی خیلی عجیبه جابر میگه یه شبی با امیر با هم شرط کردیم گفتیم که سراغ منزلی بریم که حتی یه گوسفندم ندارن هیچ ندارن باشه. گفت یه جای امیر رفت توی یه طول کشید و ولی صدای گوسفند میومد اومد بیرون عرض کردم آقا مگه قرارمون نبود یه جا بریم حتی یه گوسفندی هم نداشته باشن مولا فرمود من بودم این خونه بچه های کوچیک داشت من سوارشون کردم صدای گوسفند در می آوردم می تو این من بودم بعدا معلوم شد نوفه به کالی میگه من, من نفهمیدم علی کجا رفت چه کرد میرفت زیر پای نابینا رو جارو میزد لباساشو عوض میکرد همامش میکرد ولی میگه برگشت آقا وقتی برگشت فوضع الحائط و خیلی آروم اومد سر گذاشت رو دیوار مربونت برم آقا یعنی دو نکرد نماز میخونه و خدا طلبکار میشیم امیرالمؤمنین که همه عالم و بچلین رو روح هم به اندازه یه سجدش نمیشه فوضع علال سرش گذاشت دیوار عشقش جاری شد یه جمله گفت امیر المومنی. یه یعنی نگاهی کرد به آسمون فرمود که لیت شعری اناظرون انت فی فعلاتی ام ان معرضون انی خدای کاش میدونستم از علی راضی هست یا نه ناظرون انت فی فعلاتی. در داری نگاه هم میکنی اما آرزون عنی یا رو تو از علی نمیدونم واقع رو میگه یعنی درون خودش نگاه میکنه این مرد انقدر بزرگ کار بزرگ به چشمش نمیاد به چشمش نمیاد علی تشعری ناظرون انت فی فعلاتی اما آرزون عنی کاش میدونستم روت به منه یا روتو برگردوندی خدا جمعه است متعلق به وجود نازنین صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه ها شریف من دعای سلامتی حضرت رو بخونم عزیزمون ما رو الله به فیض برسونن اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن که و علا في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا فدليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا چون میسر نیست بر من کام او عشق بازی میکنم با نام او یبنال حسن بن